داشتم این کتاب آقای لنسپنینگ رو که قبلا راجع بهش صحبت کرده بودم که خیلی تمرکز میکنه به دید جیمز مدیسون در بنیانگذاری این جمهوری فدرال آمریکا و مقداری به تفکرش نگاه میکنه و اینا. یه قسمت کتابی که راجع به مقاله 10 میگه، کلی چیزهای مختلف میگه که اونو میشینید میخونید، صفحه 202 تا 214، ولی یه مقداری لپ مطلب و آخرش به اینجا میرسه که این مقالات مختلفی که نوشتن که بررسی بکنن به دید مدیسون و این برنامه ها، البته اسم این پژوهشگرا رو میگه، از بعضیاشون خوب ایراد میگیره، از بعضیاشون میگه دیدشون درست نیست و اینا، ولی گفتم این یه قسمتی که دو تا خط راجب این مقاله 10 که من فکر میکنم این درست گفته، چون من هی توی مقاله بهتون گفتم که این مقاله فدرالیست اصلا کلن تو خلع نخونید. الان مثلا اون کتاب جدیدی رو که دوستیه ما که دو ماه پیش اومده بیرون، The Framers Coup توسط آقای کلارمن که گفتم بشینید بخونید و اینا، اون میگه که تو کنوانسیون چی میگذشت و اینا. اون حساب نمیشه فقط آدم یه مقاله رو بخونه و کمپلت دوگیم بشه بگه مدیسون اینو میگفت نمیگفت اینا. ولی یه خطیه توی صفحه یه جمله یه تو صفحه 213 میگه که میگه مقاله 10 It is a brilliant preface to a lengthy effort to defend the constitution from the objections that if valid would have been as devastating to its author as they seem to many of his foes. فقط این قسمتشو من باش موافقم که مقاله 10 رو بایستین. خب قشنگی مقالهش که توش حرفی نیست، 10 و 51 و اینا، ولی بایستین چون میگم تو خلع نگاه نکنیم، بایست تمام مقاله های فدرالیست و مخصوص مقاله 10 رو ببینیم. این میگه مقدمه دفاعی از قانون اساسی که از کنوانسیون فیلادلفیا آمده بیرون، دفاع ازش، از این مقاله هایی که ضد فدرالیست ها ضد این قانون اساسی میدادن بیرون. اون حساب بیشتر تمرکزش این بود که یه ذره حروف جملات فلسفی، افکار فلسفی رو به ماها بگه یا به کسایی که در نسل خودش بودن که این مقاله ها رو میخوندن، ولی از طرف دیگه بایست این دفاع میکرد از این حمله هایی که میکردن به این. اون حساب خیلی مهمه که این مقاله رو اونجوری نگاه بکنیم. بعد تو صفحه 214 یه جمله دیگه ای هم میگه که Liberty, democracy and union would be safer in a federal system of republics than in a simpler structure. یعنی آزادی و دموکراسی و اتحاد شدنی تره، واقعی تره اتفاقش توی یه فدرال ریپابلیک تا فدرال ریپابلیکی که طوری که شکل دادن به این بنیان دولت مرکبه، خب ترکیب شده از قسمت‌های مختلف، همچین ساده نیستش که در آینده نتونه با مشکلاتی که دولت برخواهد خورد بهش نتونه جوابگو باشه. پس دو قسمت رو آقای بنینگ میگه راجع به مقاله 10، اینها رو در نظر داشته باشید وقتی میخونید. من شخصا نظرات خودم رو توی این چرک نویس
اولی که ترجمه و شرح این مقاله رو میدم سعی کردم نیارم، ولی مثلا امروز صبح که 13 دسامبر که اومدم مقاله 77 رو بخونم، چند تا کتاب دو مرتبه معرفی کردم، گفتم ما باید سری ویدیوها رو ببینیم، سخنرانی و حرفا و درسای بعضی از این اساتید مختلف رو ببینیم که این دوره تاریخی رو تشخیص بدیم، بعد برگردیم نگاه بکنیم ببینیم این اساتید چه مقاله های نوشتن و چه کتاب هایی هستش که نگاه اجمالی کردن به اون وقت، به اون چند سال که مدیسون، همیلتون، جفرسون، جان ادمز، جان جی، جورج واشنگتن، نمیدونم گورنر موریس، رابرت موریس، چری، میسون، اینا همه اینا رندالف، اینا گذشتهشون چی بود؟ کی انتخابشون کرده بودن بیان کنوانسیون؟ از کدوم ایالت اومده بودن؟ ایالت نونشو از تو چی در می آورد؟ ایالت تجارتی بود؟ ایالتی بود که نمیدونم بردهداری توش بود؟ اینا خیلی مهمه. هر تیکه از این مقاله های فدرالیست مستقیم یا غیر مستقیم ربط داره به تمام این مسائل. مثلا تو این چند تا مقاله که توی مقاله های 73, 74, 75 اینا، این چیزهایی که ربط داره به رئیس جمهور و اینا، تا حرفای اینا رو توی کنوانسیون گوش ندید و چه روزی چه حرفی رو زدن و سه هفته بعد حرفشون عوض شد به دلیل اینکه مثلا تو اون سه هفته کنوانسیون یه چیزی رو دیگه رأی داده بود و قبول کرده بود و اینا میدیدن چه اتفاقی افتاده، حالا ما بایستیم طوری بکنیم که ایالتمون و ایالتمون ضرر نبینه، منافعش هدر نشه. و از طرف دیگه اونایی هم که واقعا کشور پرست بودن نه ایالت پرست، اونا هم سعی میکردن یک کاری بکنن، هم نسیخ بسوزه نه کباب، یعنی هم ایالتشون منفعت ببره هم کشور 13 ایالت. که گاه بدار این مقاله ها رو میخونی میبینی اصلا لغت امپایر رو استفاده میکنن، به خاطر اینکه وسعت زیاد بوده امپایر استفاده نمیکنن، بدن اینکه ما میخوایم امپراتوری بشیم یه روزی و یا امپراتوری هستیم میخوایم بریم قلقم بکن. پس خواهش بکنم اینا رو در نظر داشته باشید. حالا من این مقاله ها رو که تموم کردم همینجوری که میگم چرک نویس ترجمه، یعنی دفعه اولی که ترجمهش میکنم، چون سعی کردم طوری بکنم که شبیه دفعه اولی که خودم خوندم، هنوز آشنا نبودم به تاریخ آمریکا و نوشته های مدیسون و جفرسون و اینا رو نگاه نکرده بودم، رون حساب یه ذره راهنمایی کردم که امیدوارم یه روزی وکلا و مورخ های علوم سیاسی شناسا و نویسنده های خوشقلم که آشنایی دارم به تاریخ آمریکا و دست قلمشون به فارسی خوبه، اینو ترجمه بکنن برای فارسی زبان‌های تمام دنیا و مخصوصا یه راهنمایی بشه، یه الگویی بشه که تمام مردم دنیا که زبان‌های مختلف صحبت میکنن اونا هم شروع کنن این مقالات رو قشنگ ترجمه بکنن به زبان کشوریشون و ما یواش یواش بتونیم الگوی فدرالیسم رو پیاده بکنیم و فرزندانمون رو یواش یواش از همون کودکی بهشون این زبان دوم یا زبان سوم، زبان مشترکی رو که من دارم بهش اشاره میکنم، زبانی که ما الان تو آمریکا صحبت میکنیم، زبان مشترک دنیا بشه. و خواهش میکنم همونجوری که بارها گفتم این دیگه زبان انگلیس نیست، زبان آمریکا نیست، این زبان جهانه. الان که شما توی آمریکا نگاه میکنید از همه
ریشه و آیین و نژاد و نسب و فلان مردم تو آمریکا هستن. پس فعلا با اجازه.